با اینکه خانه خریم ما بریم ما چارج خدمت باشیم به خدا نه امو جان قربانت زنده باشین تشکر خواهش قربانت خدا حافظ خدا هر مقدار انسانی که نان خور شما عیال شما هست زکات فطره بر اون واجب می‌گردد لیلۃ القدر خیر من الف شهر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه به نام یاد خدا بنده های عزیز سلام بر شما امیدوارم جور صحتمند و سر حال باشین لباس صافیت بر تن داشته باشین از گزند روزگار در امان باشین فرا رسیدن عید سعید فطر برای تمامی هموطنان عزیز ما چی در داخل و چی در خارج از کشور قرار دارن تبریک تهنیه درز میکنم به خصوص برای وطنداران ما که اینجا حضور یافتن از آن دل من در ولایت غزنی ولسوالی خواجه عمری قریه دینی حال قرار دارم امروز ماشاءالله بسیار به وجه حسن نماز عید برگزار شد و دوستان و عزیزان اینجا آمدن پیام تبریکی می داشته باشند به شما و شما هم تا ختم گزارش امروز ما را همراهی کنین زکات فطر باید توسط خانواده ها و بزرگ خانه رهبری شد باید این زکات فطر به کسی که مستحق هست عطا شود نداده شد یعنی خودسرانه به حکم خود پرداخت زکات فطر خدای نخواسته ممکن است که باعث ابطال و باطل شدن فطری روزی شما شد بنابراین کسی را که میشناسید واقعا اهل نماز است اهل اسلام و دین و قرآن است و در این حال هم فقیر است مظلوم و بیچاره است زکات فطری شما خیلی مهم است برای او پرداخت کنید اول کسی که اهمیت و اولویت دارد در قریه شما در منطقه شما است آن کسی که واقعا فقیر است و نمی شود که هم انسان اقتصاد حداقل ضعیف و مناسبی داشته باشد در عین حال هم زکات فطره دریافت کند اشتباه می شود و شما بزرگواران و عزیزانی که اهل احکام و قرآن اسلام هستید از من بهتر می دانید که زکات فطره باید به ایتام به فقرا و مساکین حتما رسانده شود اونی که روزه گرفته هم زکات فطره پرداخت کنه و اونی که روزه‌اش را افطار کرده و روزه نگرفته از هم باید زکات فطره خود را پرداخت کند هر مقدار انسانی که نانخور شما عیال شما هست زکات فطره بر اون واجب می‌گردد سلام احترامات ایدتون تبریک باشه خوب است ان شاء الله بسیار کوتاه به برندای ما خود معرفی کنین بسم الله الرحمن الرحیم مایک پیش بی در خدم نخست عید سعید فطر به تمام مسلمان جهان چی در خارج چی در داخل از کشور هستند برای وطنان عزیز خود تبریک و تهنیه درز میدم امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشین لباس عافیت بر تن داشته باشین چی در داخل و چی در خارج باشین همیشه خوش و آرام باشین نام مبارکتان نام ما بنده شکلا می باشم از ولسوالی خواجه عمری در قریه دینی حال بسیار خوب خب رمضان چطور گذشت و عید چطور شروع شد ولی امسال خود رمضان بسیار به ما شکل خوب به ما ترفند یالی گذشت عزیز دل برادر امروز چی کارا داری؟ خب امروز اولی که نماز عید خوانده شد دیگه بعضا برنامه عیدی داریم مثلا تفریح جوان هاست جوان ها یک به خانه یکی دیگه اقاربا میرن دیگه من شخصا خودم برنامه ما نمیسته دیگه و شما تشکری خاص بخیر باشید در اینجا تشریف آوردیم قدم بارکتان دیدیم بخیر باشین سلامت باشین سخی جان با شما هم هستیم یک از بزرگان همی قریه ای تبریکی داره با شما سلام احترامات خوب هستین انشالله خوبین خیرات بخیر و سلامت باشین خوش باشین با برینده ما خدا یک بار معرفی کنین انشالله دیگه خداوند خوشی روز الهی امین بیده
روزه و نماز ما شما رو خدا قبول کنه، روزی خوش باشه. یا اینمی بسیار خوب، بسیار خوب. امروز شخصا شما چی برنامه دارید؟ برنامه اینمی که امروز یکی در مسجد آمدیم، نمازی در خوندیم، یکی دیگر دیدیم، نمازی در خوندیم، دعا کردیم، یه نال در خانه دوستا موریم. بسیار خوب، آره. بسیار خوب، ماشاءالله موفق باشین. یک کدام شعر ایدی اگر داشته باشین؟ والله اگر شعر ایدی باشین دیادید نیست؟ نه والله. خب بسیار خوب، بسیار خوب. خوش شدیم که صدای شما رو شنیدیم. انشاءالله که موفق باشین، با اجازهتون با امید جوانا صحبت می داشته باشیم. خب عزیز دل ما سخی جان، چه حال احوال؟ مایک که پشتون بگیریم. خوب هستین انشاءالله؟ جور هستین، بخیر. قربانتان، سلامت خیر خیر. باشین. ایده برای تمام مسلمان های افغانستان و چی در داخل است و چی در خارج است، از صمیم قلب تبریک میگیم برشان. خداوند انشاءالله ایدی خوشبخت برای تمام مسلمان ها داشته باشه. انشاءالله. چه احساس دارین امروز در این روزی؟ اید روزی امروز خوشی. بسیار خوشحال داییم که ما یک ماه مهمان خداوند بودیم. آفرین. روزه گرفتیم. انشاءالله خداوند از همگی مسلمان ها را قبول کنه که واقعا روزه بسیار با افتخار روزه بود، بسیار خوب روزه بود، بسیار با احساس روزه بود. خداوند قبول کنه انشالله. انشالله بخیر سلامت باشین. فکر میکنم که شما مصروف هستین، برنامه ایدی دارین. بله. یک دنیا تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردین و پیام تبریکیتون رو به بنده‌های عزیز شریک ساختین. بسیار خوب. مصطفی جان هم اینجا در کنار ما هستن، خدا بر شما بیشتر معرفی میکنن. دوستان شما باشین همینجا که در تصویر بیاین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت باشین. خوب هستین؟ خیرتی جان و جره. مصطفی هستم، باشنده ولسوالی خواجه عمری، قریه دینیال. مصطفی جان، جوانان این حالی و این منطقه در روزایی چی برنامه‌ای دارن؟ ایدئال در قدم نخست جوانان و همچنان مصطفیان در مسجد جمع میشن به خاطر ادای نمازی. بعد از اینکه مثلا در بین خود در مسجد با هم دیگر دیدی نمودن، دیگر بیشتر از دوستان به خاطر دیدار دوستان در خانه های هم دیگر میرن به خاطر کردن و همچنان دیدار دوستان، و بعضی از دوستان و جوانان به خاطر تفریح و همچنان برای میله بعض جاها میرن. بسیار خوب، بسیار خوب. خب ایدی خوب و خوش برید میخواییم برادر همچنان باز هم از طریق شما به تمام ملت مسلمانان ایدم تبریک میگم. امیدوارم هم ایدی خوب و خوش باشد انشاءالله. بخیر سلامت باشی برادر. سلام مجدد بیننده های گرامی، باز هم اید شما تبریک باشه. خوشبختانه حالا با یک از بزرگان قریه دینی هال مصاحبه میکنیم در ارتباط به روزهای اید و رسم رواج هایی که معمولا در عید سعید فطر در این قریه وجود داره. انشالله که بیشتر صحبت می داشته باشین. سلام احترامات. خوب هستین انشالله؟ خوش آمدید. بخیر سلامت باشین. عیدتون تبریک باشه. تبریک باشه. بخیر سلامت باشین. انشالله که خوش و خوشحال باشین. یک بار به بیننده های ما خود معرفی بکنین. پیش از اینکه ما گپای خود از خانه خود خدمتتون تقدیم کنم، تشریف آوری شما را در ولایت غزنی ولسوالی خوجمری قریه دنیال خوش آمدی میگم. ایدی سعید فطر برای شما و همکارای عزیزتان و تمام مسلمانایی که در جهان در سراسر جهان است تبریک عرض میکنم. خداوند ایدی خوب و خوش برای مسلمانا میخواهیم. خداوند یک ایدی خوب و خوش برای تمام ما و شما، برای تمام مسلمانا خوب و نیک مبارک انشالله کنه. انشالله. یک بار نامتان را. نام ما اصلا به نام غلام رضای در تیزی و مشهوری کسی به نام دلاغا به نام آقای رئیس میگن. بسیار خوب، ما آقای رئیس میگیم. آقای رئیس بسیار خلاصه اگر بگوین امی رسم و رواجایی که در روزای اید به خصوص اید سعید فطر در امی قریه وجود داره، از امی علیف تا یام تو به شکل خلاصه از نماز اید شروع تا به سایر رسم و رواجایی که هست خلاصه اگر یادآوری کنی. عید سعید فطر هست تمام عیدای ما البته به می درست. ما جمع میشیم در مسجد، سخنرانی میشه، ملای قریه سخنرانی نه، بعد سخنرانی باز عیدی مونیم. بازیایی که فرض کو جن مرده داشته بر از با دعا میکنیم، باز بعد از عیدی مونیم دیگه، باز در خانه دوستا و قوما و دوستا و رفقا عیدی مونیم. بعد از سر ادیرم میریم، ادیره به خاطر شهیدا و به خاطر مردا و به خاطر ازیام یاد بود از مردای خودمونیم دعا مونیم بر از با میگی روحشان شاد شاد باشیم. بله بله. امروز خودت کجا میری؟ ما امروز خودیم دیگه در میخانه دوستا، برادرها، قوما و خیشا و رفقا
با می هر کسی که داریم ایدی داریم با مخانه جانم. همین پیامی آخریتان، یک پیامی ایدی، یک پیامی دی خوشی، یک پیامی صلح و صفا، پیامی آخریتان به هموطنان عزیز در این روزی خوب، در این روزی خاص و خوشی چی است؟ این پیام ما برای تمام مردم مسلمان ها و خصوصا اهالی قریه دنیال، برای خصوصا برای جوانان، برای مسافدان، برای تمام اینمیست که باید ما در این روزی بزرگ کینه و قدرت نداشته باشیم. اگر کینه و قدرت داشته باشیم، هم باید ما رفع کنیم، ایدی کنیم، خانه دوستا و قومای خود بریم، کمی قدرت و همی در دیل ما اگر چرک و اگر کدام حساب کتاب است یا تمام برطرف شه، دل ما پاک شه، قلب ما پاک شه، روزه رم که گرفتیم گناهای ما از این سال ده سال تک زده شده، خدا دیگه ما را مرتکب در گناه نکنه، خداوند برای ما چی بده که ما رای خدا را ادامه بدیم، سنت پیغمبر را ادامه بدیم، چیزی که دستور خدا و قرآن پیغمبر. بسیار خوب. از تشریف آوری شما یک جوان تشکر که شما لطف کردین از این رای دور در اینجا آمدین به پیش ما سخنرانی کردین، صدای ما را با هموطنان ما میشنوین، خدمت سلام ما برای تمام دوستا و قومای ما که در اروپا و خارج هست که ما را میبینن عیان خو، اگر میبینن ما سلام و احترامات خود خدمت شان تقدیم نم، ایدم برشان تبریک میکنم، جان جوری وقت خوشی برشان میخوانیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ماشاءالله ایدتان خوب و خوش، شما بخیر باشین، پیشتان خوبی، روز روزگارتان خوش، خداحافظ. بله بینده های گرامی، بازم مصاحبه داریم با یک تن از جوانان این قریه، سوال دفعی بر گفتن دارن، آسیف جان نام دارن. آسیف جان سلام. سلام علیکم. آسیف شالله مبارک حال سلام از باشی برادر مبارک ایام شهری ایام شهری روزان نماز خام شکر که سال خوب باشه بسان انشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله چی قدر رو میشه مالا چی پیمان فیان دیگه وکن از اینکه خوش هستی خوش هستی وکن فکر کنی خوشی رو باشیم. خب آصف جان چی کاروبار چی وظیفه ما؟ والا کار بیادر دیگه مصروف دهقانیم دیگه. چطور است دهقانی میسم کار نمیسم؟ خوب نه از این سال ده سال موشه دیگه مخواهیم موشه که کار سبار تیر کنی. خب منتها منتها بسیار شد. خب آصف جان اینه بخیر ایدی رمضان آمد، خودت شخصا چی برنامه داری در این روز؟ والا برنامه خود دیدمیه که در خانه قوم ها دوست ها ماری میدی کنن هره دیگه کدوم برنامه خواستیه دیگه. ماشاءالله میگه خوب طوله می نوازی خوب خوبی بگی ترز بگی والا امی جان بخود روزی خوشی هست نه طوله یا دو سمی آقا نه طوله یا نه طوله یا دو نه تن خدا گبزی دی چند سال مسافر بودی در ایران؟ مسافر در ایران یک 16-17 سال بود. چند سال میشه که آمده؟ یک 9 سال شده شوان. اونجا خوب بود یا اینجا؟ والا اونجا خوب بود. چرا پس میبینی؟ حال خراب شده. آره وقت خوب بود حال خراب شده. اون تا باز وطن خوبه؟ وطن وطن خوبش که نه کلاچوانی کده وطنی کده بولیگری کده وطنی کده اصلا وطن خوبه نه زادگاه مادر چی ما شما نه زادگاه ما شما است وطن حیثیت مادر داره وطن بسیار خاصیت های دیگر داره وطن وطن که آرامی باشه کاربار باشه وطن بهترین داره بهترین پیام بهترین پیام یک جوانی با احساس این منطقه و این دیار خواه عزیز دل برادر وقت نمیگونم روز خوش سلامت خوش اینی خوش همچنین برای شما با اینکه خانه خریم ما بریم ما چاش در خدمت باشیم به خدای نه امو جان قربانت زنده باشی تشکر خواهش قربان خداحافظ. خب بیننده های گرامی این بود گزارش ما از رسم و رواج قریه دینیهال در روزای عید و همچنین شما دیدین نماز عید بسیار به وجه حسنش برگزار شد، بعد از نماز عید خطبه نماز عید خوانده شد از طرف ملا امام امی ساحه و امی منطقه و قریه، بعدا مردمات دید و بازدید کردن و احوال پرسی کردن و بالاخره هر کدام رفتن طرف خانه دوستانشان عید مبارکی. اینا رسم و رواج های بسیار خوب جالب و ارزشمندی در این قریه وجود داره و من خواستم که این گزارش را این رسم و رواج ها را با شما شریک کنم. تشکر از همراهی شما، تشکر از لطف شما، تشکر از اینکه کانال آشیانه را همراهی میکنین همیشه هستید. خدا حافظ، روز روزگار شما همچنان خوش بود.